تو این ویدیو میخوام نژادی رو بهتون معرفی کنم که تمام دنیا محو در زیبایی و استایل جذاب این نژاد قلدر هستن. این سگ نژادی نیست جز امریکن بولی. سلام به همه رکس فنی ها، من رکسر هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد نگهداری، خلق و خو، خصوصیات ظاهری و از همه مهمتر قیمت این نژاد اطلاعات بیشتری بهتون بدم. فقط قبل از شروع ویدیو طبق روال گذشته از دوستانی که توی ویدیو قبلی برامون کامنت گذاشتن تشکر میکنم و ازشون سپاسگزارم. لایک و سابسکرایب و زدن زنگوله فراموش نشه و همین دیگه بزن بریم سراغ معرفی. گفته میشه که این نژاد باشکوه بین سالهای 1980 تا 1990 با ترکیبی از نژاد بولداگ انگلیسی و امریکن استافوردشایر تریر در آمریکا پرورش پیدا کرد. اما خیلی ها مخالف این موضوع هستند و نظرشون اینه که این نژاد ترکیبی از بولداگ انگلیسی قدیمی، بولداگ فرانسوی و امریکن استافوردشایر بول تریر هستند. بولداگ آمریکایی یا همون امریکن بولی اولین بار در سال 2004 توسط سازمان ABKC یا همون امریکن بولی کنل کلاب به رسمیت شناخته شد. 9 سال بعدش هم، یعنی تو سال 2013، باشگاه UKC این سگ رو به عنوان یک نژاد جدا به مردم معرفی کرد. نکته ای که این وسط خیلی عجیبه و برای خیلی ها سواله اینه که باشگاه AKC یا همون American Kennel Club که یکی از معتبرترین کنل های دنیاست چرا هنوز اسمی از این نژاد نیاورده و American Bully رو به رسمیت نشناخته؟ باید قبول کنیم که نژاد امریکن بولی ظاهر به شدت ترسناک و خشنی داره که شاید هر کسی این نژاد رو برای اولین بار از نزدیک ببینه شلوارش رو خیس کنه. استخونمندی درشت، عضلات قوی، دم زخیم، سینه و پوزه پهن، سر بزرگ و گردنی کلفت همگی از مشخصات ظاهری این نژاد هستند. موهای امریکن بولی معمولا کوتاه و براقه و اگه بهش دست بزنید متوجه میشید که جنس موها یک مقدار خشک و خشن. رنگبندی در این نژاد تنوع بسیار زیادی داره که به نظرم این موضوع یکی از دلایل اصلی محبوبیت امریکن بولی در دنیاست. شاید باورش سخت باشه اما گوشهای این نژاد به صورت ژنتیکی سیخ نیستن و صاحبین یا پرورش دهنده های امریکن بولی برای بالا بردن جذابیت دست به جراحی گوشها میزنن. اینجوریه که گوشهای امریکن بولی سیخ دیده میشه. و اما میرسیم به بخشی که سرش جنگ و دعوا خیلی زیاده، اونم سایز بندی. منبع این مطلب ما باشگاه ABKC هستش. این باشگاه اومده سایز امریکن بولی ها رو به 4 دسته پاکت، استاندارد، کلاسیک و XL تقسیم کرده که نوع پاکت کوچکترین سایز این سگ با قدی 43 سانتیمتر هستش، البته در نرها. این عدد در ماده ها به 35 سانتیمتر میرسه. تیپ استاندارد امریکن بولی جسه متوسط، عضلاتی حجیم و ساختار بدنی بزرگتری نسبت به سایز پاکت داره. قد این نوع از امریکن بولی در نرها بین 43 سانتیمتر تا 50 سانتیمتره و در ماده ها به 40 تا 48 سانتیمتر میرسه. و اما نوع کلاسیک که به نظرم خیلی جذابه. این نوع از بولی ها توی قد و اندازه خیلی به نوع استاندارد شبیه هستن، اما با این تفاوت که حجم عضلات کمتری دارن، یعنی یه جورایی همون استاندارد هستن اما با وزنی کمتر. بالاخره میرسیم به سایزی که به شخص خودم کشته مردشم، یعنی سایز XL. این تیپ از امریکن بولی از تیپ های دیگه بزرگتره و بزرگترین سایز به رسمیت شناخته شده در بین بولی هست. حالا چرا اینو میگم؟ چون دوتا سایز دیگه هم به اسم XXL و میکرو وجود داره که توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته نشد. وزن امریکن بولی ها به سایزشون بستگی داره، اما به طور کلی میتونید امریکن بولی رو از وزن 13 تا 70 کیلوگرم پیدا کنید. این نژاد برخلاف سگ‌های تازه به وجود اومده عمر طولانی داره و اگه ازش به خوبی نگهداری بشه میتونه بین 10 تا 13 سال در کنار شما زندگی کنه. منظورم از نگهداری خوب اینه که شما به عنوان یک صاحب سگ حواستون به تغذیه، تخلیه انرژی، آموزش دادن و چکاپ دامپزشکی باشه. ریزش مو در این نژاد خیلی کمه. یک بار برس کشیدن در طول روز برای این نژاد کافیه تا بتونه جذابیت موهاش رو حفظ بکنه. به حمام کردن زیادی احتیاج ندارن و شما نیاز نیست دم به دقیقه این نژاد رو بشورید، چون معمولا سگ‌های تمیزی هستن. از نظر سلامتی هم تفاوت خاصی با نژادهای دیگه نمی‌کنه،
بیماری توی این نژاد نه زیاده نه کمه. مشکلات شایعی که در بولی ها مشاهده میشه شامل دیسپلازی، مشکلات لگن و چشم گیلاسی هستش. از سمت دیگه در تیپ هایی که پوزه ای نسبتا فلت یا همون تخت دارن بیماری تنفسی دیده میشه. ما تا اینجا ویدیو راجع به خلق و خو یا رفتار این نژاد اصلا صحبت نکردیم و شاید با خودتون فکر کرده باشید که این نژاد یک سگ نگهبان و خطرناکه که خصوصیت تهاجمی داره. اما باید بدونید که این نژاد به هیچ عنوان خشن نیستش و روحیه دوستانه ای داره. بسیار عاشق صاحب و خانوادهشه و همیشه دوست داره با آدم‌های مختلف معاشرت داشته باشه. بازم میگم این نژاد ممکنه ظاهر غلط اندازی داشته باشه، اما باور کنید خشونت این نژاد از یک پامرانیان هم کمتره. البته این رو هم در نظر داشته باشید که اگه یه روزی پای محافظت از خانواده بیاد وسط، این نژاد میتونه به خوبی از عهده این کار بر بیاد. یعنی اگه کسی به صاحبش حمله کنه یا خانوادهش رو در معرض خطری ببینه، ممکنه از خودش خصوصیات یک سگ نگهبان رو نشون بده، ولی به طور کلی سگ‌های مهربونی هست. موضوعی که خیلی مهمه در مورد امریکن بولی ها بدونید اینه که حتما برای آموزش این نژاد باید زمان بذارید. از طولگی امریکن بولی رو اجتماعی کنید تا وقتی بزرگ میشه رفتار خوبی داشته باشه و با دیگران به مشکل نخوره. امریکن بولی هوش و آموزش پذیری بسیار بالایی هم داره و شما میتونید هر آموزشی که دوست دارید رو در کمترین زمان ممکن به این نژاد یاد بدید. این یادگیری سریع به خاطر اینه که عاشق صاحبشون هستن و هر کاری رو انجام میدن تا بتونن رضایت صاحبشون رو به دست بیارن. امریکن بولی ها دارای انرژی متوسطی هستن و میانگین بین 45 دقیقه تا 1 ساعت در طول روز به تخلیه انرژی و ورزش کردن نیاز دارن. این تخلیه انرژی میتونه یک پیاده روی ساده باشه، چون بولی ها عاشق گشت زدن با صاحبشون. مثل تمام سگ‌های دیگه این نژاد هم میتونه توی آپارتمان زندگی خوبی داشته باشه، اما به شرطی که تخلیه انرژی و زمان کافی براش گذاشته بشه. اینم بگم که امریکن بولی نژادی نیستش که شما بخواید توی باغ نگهش دارید، چون این نژاد حتما باید توی خونه باشه تا بتونه با اهالی خونه به صورت مداوم معاشرت داشته باشه. از سمت دیگه این سگ به خاطر علاقه زیاد به صاحبش تحمل تنهایی کمی داره و اگه زیاد تنها بمونه ممکنه رفتارهای مخربی مثل سر و صدا کردن و آسیب زدن به لوازم خونه رو از خودش نشون بده. و اما میرسیم به بخش پایانی و مهم این ویدیو، یعنی قیمت امریکن بولی. قیمت این نژاد در کشورهای مختلف بسته به رنگ و سایزشون خیلی متفاوته، اما چیزی که من داخل ایران تحقیق کردم اینه که شما میتونید امریکن بولی رو از 40 میلیون تا 100 یا 200 میلیون تومان تهیه کنید. در مورد این اختلاف قیمت سعی میکنم صحبتی نکنم، چون اصلا به موضوع ویدیومون ربطی نداره، ولی در کل نژاد امریکن بولی به خاطر ظاهر و خصوصیات منحصر به فردی که داره نژاد گرون قیمتیه، چه داخل ایران یا چه خارجه. خب دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. ازتون میخوام نظرتون رو در مورد امریکن بولی برام بنویسید و تو کامنت بهم بگید که کدوم یکی از سایزهای امریکن بولی رو بیشتر دوست داشتید، پاکت، استاندارد، کلاسیک یا XL. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و همین دیگه دمتون گرم، خیلی مخلصم.